دختری که عینک دودی داشت آهسته آهسته لباس خود را در می آورد. به نحوی که این احساس را در بیننده ایجاد می کرد که هر چند تکه هم که در آورده باشد هنوز هم یک تکه دیگر مانده که به رهنگیش را بپوشاند. این شرم و حیای ناگهانی برایش قابل توجیه نبود. اما اگر زن دکتر به او نزدیک تر بود میدید که دختر با آنکه صورتش غرق کسافت است از خجالت سرخ شده. بگذاریم هر کس که میتواند سعی کند زنها را درک کند. یکی از زنها پس از بارها همخوابگی با مردانی که نمیشناخت ناگهان دستخوش شرم شده بود و دیگری در نهایت آرامش در گوش او نجوا می کرد که خجالت نکش او نمیتواند تو را ببیند و البته به شوهر خودش اشاره داشت و همه میدانند که در مورد زنها قضیه قضیه هشدار دادن است زن دکتر لباسها را از روی زمین برداشت چند شلوار چند پیراهن چند زیرپوش و بلوز، چند زیرپیراهن چرک که اقلا باید یک ماه خیس میخوردن تا بتوانند دوباره تمیزشان کنند. لباسها را طوری جمع کرد که در بغلش جا شود. به آنها گفت همینجا بمانید. همین الان برمیگردم. لباس ها را هم مثل کفش ها به بالکن برد. در آنجا خودش هم لباس‌هایش را درآورد. به شهر سیاه زیر آسمان تیره نگاه کرد. حتی نور ضعیفی هم از پنجره یا سردر خانه ها سوسو نمیزد. آنچه میدید شهر نبود توده عظیمی از قیر بود که هنگام خنک شدن شکل ساختمان و پشت بام و دودکش به خود گرفته بود. همه مرده، همه رنگ باخته. سگ اشکی به بالکن آمد، بیقراری می کرد اما در آن لحظه اشکی وجود نداشت که بلیسد. هرچه غم و یسب بود در درون زن دکتر بود، چشمهایش خشک بودند. احساس سرما کرد، به یاد دیگران افتاد که معلوم نبود در انتظار چه چیزی وسط اتاق ایستادن. به اتاق برگشت. آنها به اندام های ساده و فاقد جنسیتی تبدیل شده بودند به اشکالی مبهم به سایه هایی که در گرگ و میش هوا محو شده بودند زن دکتر فکر کرد اما این در آنها تأثیری ندارد آنها در نور محیط محو میشوند و نور است که نمیگذارد چیزی ببینند گفت میخواهم یک چراغ روشن کنم فعلا من هم مثل شما کورم پسرک لوچ پرسید برق آمده نه میخواهم چراغ نفتی روشن کنم پسرک دوباره پرسید چراغ نفتی چیست؟ بعدا نشانت می دهم. در یکی از کیسه های پلاستیکی به دنبال کبرید گشت به آشپزخانه رفت. میدانست نفت را کجا گذاشته؟ نفت زیادی هم لازم نبود. باریکه ای از یک حوله ظرف کن برید تا چند فتیله درست کند. بعد به اتاقی برگشت که چراغ نفتی در آن بود. این چراغ برای اولین بار از زمان ساختش مورد استفاده قرار گرفته بود در آغاز قرار نبود چنین سرنوشتی داشته باشد اما هیچ یک از ما خواه چراغ و خواه سگ و خواه انسان در آغاز نمیدانیم برای چه قدم به این دنیا میگذاریم سه شعله بادامی شکل کوچک یکی پس از دیگری روی سرپیچ های چراغ شکل گرفتن گهگاه پت پت می کنن. تا آنکه این احساس در بیننده به وجود می آید که سر ها در فضا گم شده است بعد دوباره آرام می گیرن. و به صورت دانه های کوچک و سفت و فشرده ای از نور در می آیند. زن دکتر گفت حالا که می توانم ببینم می لباس‌های لباس های تمیز بیاورم. دختری که عینک دودی داشت گفت ولی ما خیلی کسیفیم. هم او و هم همسر مردی که اول کور شد با دست اندام های خودشان را پوشانده بودند. زن دکتر با خود گفت این کارشان برای من نیست بلکه برای نور چراغ است که بهشان نگاه می کند. بعد گفت لباس تمیز باشد و تن کثیف بهتر از این است که تن تمیز باشد و لباس کثیف چراغ را برداشت و کشوهای گنجه و کمد را جستجو کرد چند دقیقه بعد برگشت چند پیژامه و لباس خواب و دامن و شلوار و زیرپیراهن و هر چیزی که برای پوشاندن آبرومندانه هفت نفر لازم بود با خود آورد درست است که همهشان هم اندازه نبودند اما در و تکیدگی مثل چند بودند زن دکتر کمکشان کرد لباس بپوشند پسرک لوت شلوار کنار دریای دکتر را پوشید که همه مردها را به شکل پسر بچه ها در می همسر مردی که اول کور شد آهی کشید و گفت حالا می توانیم بنشینیم. لطفا ما را راهنمایی کنید. نمی دانیم کجا بنشینیم. اتاق مثل همه اتاقهای نشیمن است. یک میز کوتاه جلو مبلی در وسط چند کاناپه که می توانند همه را در خود جا بدهند. روی این یکی دکتر و زنش و پیرمردی که چشمند سیاه داشت روی آن یکی مردی که اول کور شد و همسرش. از شدت خستگی رمقی برایشان نمانده پسرک فورا خوابش برد سرش روی دامن دختری که عینک دودی داشت بود و دختر مسئله چراغ را فراموش کرده بود یک ساعت گذشت همه چیز شبیه خوشبختی بود زیر ملایمترین نور چهرههای کثیفشان شسته و تمیز به نظر میرسید رسید. چشمهای هر کدامشان که خواب نبودن برق میزد مردی که اول کور شد دست پیش برد و دست همسرش را گرفت و فشرد از این حرکت می توانیم ببینیم که آرامش بدن می تواند در آرامش ذهن نقش موثری داشته باشد. بعد زن دکتر گفت الان یک چیزی رو به راه می کنم که بخوریم. اما اول باید ببینم اینجا چطور می خواهیم زندگی کنیم. نترسید. نمی حرفهای حرف های بلنگو را تکرار کنم. برای همه جای کافی هست. دو تا اتاق خواب داریم برای زن و شوهرها. بقیه می توانند توی این اتاق بخوابند. هر کدام روی یک کاناپه. فردا میروم دنبال غذا موجودیمان دارد ته می کشد. خوب بود اگر یک نفرتان می آمد تا هم در آوردن غذا به من کمک کند و هم اینکه راه خانه را یاد بگیرد. چهار راه ها را بشناسد. یک وقت ممکن است من مریض شوم یا شاید کور شوم. همیشه منتظر چنین چیزی هستم. آن وقت مجبورم چیزهای دیگری را از شما یاد بگیرم. یک سقف توی بالکن برای رفع نیازهای بدنی ما هست. میدانم که رفتن به بالکن صورت خوشی ندارد. آن هم با آن همه باران و سرما. اما هرچه باشد بهتر از این است که توی خانه بوی گن راه بیفتد که تا آسمان برود یادتان باشد که زندگی ما وقتی که بازداشت بودیم همینطور بود از تمام پله های تحقیر یکی یکی پایین رفتیم تا آنکه به خفت محض افتادیم اینجا هم ممکن است همینطور بشود منتها به صورت دیگری آنجا لاقل این بهانه را داشتیم که این خفت مال کس دیگری است اما حالا نه حالا همهمان چه خوب و چه بد یکی هستیم از من نپرسید که خوب چیست و بد کدام است وقتی که کوری استثنایی بود هر کار که میخواستیم بکنیم خوب و بدش را میدانستیم تفاوت سعی و ناسعی صرفا به درک ما از روابطی که با دیگران داریم مربوط است و نه به درکی که از خودمان داریم به این درک نمیشود اعتماد کرد ببخشید که موعظه اخلاقی کردم نمیدانید نمیتوانید بدانید در جایی که همه کورند داشتن چشم یعنی چه من ملکه مملکت کورها نیستم نه صرفا کسی هستم که برای دیدن این کابوس به دنیا آمدم شما آن را احساس می کنید اما من هم احساس می کنم و هم می بینم حالا دیگر سخنرانی بس است بهتر است برویم چیزی بخوریم هیچ کس چیزی نپرسید دکتر فقط گفت اگر روزی بیناییم را به دست بیاورم توی چشم دیگران دقیق می شدم. انگار که بخواهم روحشان را ببینم پیرمردی که چشمند سیاه داشت پرسید روحشان دختری که عینک دودی داشت گفت یا دهانشان اسمش مهم نیست آن وقت است که تعجب می کنیم وقتی میبینیم با آدمی سر و کار داریم که تحصیلات زیادی ندارد در درون ما چیزی هست که اسمی ندارد ما همان چیز هستیم تا این حرفها را بگویند زن دکتر مقداری از غذای مختصر باقی مانده را روی میز گذاشته بود آن وقت کمکشان کرد بنشینند و گفت آرام بجوید اینطوری تان فریب میخورد سگ اشکی دنبال غذا نیامد لابد فکر کرده بود از زیافت آن روز صبح حق ندارد حتی یک لغمه کوچک هم که شده از دهان زنی که گریسته بود بگیرد بقیه برایش جالب نبودند در وسط میز چراغ سه شعله منتظر توضیحی بود که زن دکتر وعده داده بود و سرانجام این وعده بعد از شام عملی شد به پسرک لوچ گفت دستت را بده به من بعد انگشتان او را به آرامی هدایت کرد و توضیح داد این کف چراغ است میبینی که گرد است این هم پایه است که قسمت بالایی و جانفتی را نگه می دارد. اینجاست. مواظب باش دستت نسوزد. اینها هم سرپیچ هاست. یکی، دوتا، تا. از این سرپیچ ها نوارهای تابیدهی بیرون آمده که نفت را به بالا می مکن. یک کبریت جلویشان می گیریم و روشن می و آنقدر می سوزن تا نفت تمام شود. نورشان ضعیف است. اما آنقدر هست که بتوانیم همدیگر را ببینیم. من که نمیتوانم ببینم. یک روزی میبینی و آن روز من این چراغ را به تو هدیه میکنم چه رنگی است تا حالا چیزی که از برنج درست شده باشد دیدی نمیدانم یادم نیست برنج چیست برنج زرد است آها پسرک لوچ لحظه ای به فکر فرو رفت زن دکتر فکر کرد الان سراغ مادرش را میگیرد اما اشتباه میکرد پسرک فقط گفت که آب میخواهد گفت که تشنه است باید تا فردا صبح صبر کنی در خانه آب نداریم درست در همین لحظه یادش آمد که آب دارند 5 لیتر آب گرانبها کل محتوای سیفون توالت مسلما از آبی که در طول قرنطینه میخوردن بدتر نبود در تاریکی بی آن که بتوانند چیزی ببینند کورمال کورمال به طرف حمام رفت در سیفون را برداشت نمی‌توانست ببیند آب توی سیفون هست یا نه انگشتانش به او گفتند که هست یک لیوان را پیدا کرد با دقت آن را توی سیفون برد و پر کرد تمدن به مرحله لجن رجعت کرده بود. وقتی که به اتاق وارد شد همه سر جایشان نشسته بودند. چراغ چهره را که به طرف او برگشت روشن میکرد. انگار که او گفته بود همینطور که میبینید من برگشتم. از فرصت استفاده کنید این نور ابدی نیست. زن دکتر لیوان را به لبهای پسرک لوچ نزدیک کرد و گفت این هم آب جرعه جرعه بنوش کیف کن یک لیوان آب نعمت بزرگی است روی سخنش با پسرک نبود با هیچ کس نبود به همه دنیا میگفت که یک لیوان آب چه نعمت بزرگی است شوهرش پرسید از کجا آوردی آب باران است نه آب سیفون است شوهر دوباره پرسید وقتی از خانه می رفتیم یک بطری بزرگ آب نداشتیم زن گفت البته که داشتیم چرا یادش نبودم یک بطری نیمه پر و یک بطری دست نخورده چه شانسی به پسرک گفت نخور دیگر نخور الان همه آب تازه می خوریم. بهترین لیوان هایمان را سر میز می آورم و همه ایمان آب تازه می خوریم. این بار چراغ را برداشت و به آشپزخانه رفت. با یک بطری برگشت. نور از ورای بطری می درخشید و باعث می شد محتوای گرانبهایش برق بزند. بطری را روی میز گذاشت و رفت لیوان را بیاورد. بهترین لیوانهایشان را از جنس کریستال اعلا. بعد آهسته آهسته انگار که مناسکی را به جا می آورد لیوانها را پر کرد. بعد گفت حالا دیگر همه با هم بنوشیم. دستهای لرزان کورمال کورمال لیوانها را سراخ کردند و بالا بردن. زن دکتر دوباره گفت همه بنوشیم. در وسط میز چراغ حکم خورشیدی را داشت که در احاطه ستارگان تابان باشد. وقتی که لیوانها را روی میز گذاشتن دختری که عینک دودی داشت و پیرمردی که چشبند سیاه داشت اشک می ریختن. شب ناآرامی بود. رویاها که در آغاز مبهم و آشفته بودند بین خفتگان سیر می کردن. کمی در این سر کمی در آن سر خاطرات تازه‌ای به همراه می آوردن و رازهای تازه و حوثهای تازه‌ای از همین بود که خفتگان آه می کشیدن و زمزمه می میگفتند این رویا مال من نیست اما رویا در جواب می‌گفت تو هنوز رویاهایت را نمی شناسی به همین طریق بود که دختر که عینک دودی داشت فهمید پیرمردی که چشمند سیاه داشت کیست و پیرمرد که در دو قدمی او خوابیده بود فکر کرد میداند دختر کیست و صرفا فکر میکرد که می داند. برای آنکه رویاها یکی باشند دو جانبه بودنشان کافی نیست. با طلوع سپید دم باران گرفت. باد با صدای هزارها ضربه تازیانه بیرحمانه به پنجره ها زن دکتر بیدار شد. چشمهایش را گشود و زمزمه کرد. صدای باران را گوش کن. و دوباره چشمها را بست. داخل اتاق هنوز شب بود. حالا می توانست بخوابد. به زحمت توانست لحظه ای بخوابد. ناگهان از خواب پرید باید کاری انجام میداد اما هنوز نمیدانست چه کاری باران به او میگفت بلند شو باران با او چه کار داشت آهسته به طوری که شوهرش را بیدار نکند از اتاق خواب بیرون رفت از اتاق نشیمن گذشت لحظه ای مکس کرد تا مطمئن شود که همه روی کاناپه ها خوابند بعد راه رو را تا آشپزخانه طی کرد در این قسمت ساختمان در اثر باد شدت باران از همه جا بیشتر بود با آستین پیراهن خوابش بخار شیشه در را پاک کرد و به بیرون نگریست. آسمان یک پارچه ابر بود و باران سیلاسا میبارید. لباس های کسیفی که در بالکن کپه شده بود کیسه پلاستیکی کفش ها هم در انتظار شستن بود. شستن. آخرین هجاب خواب ناگهان دریده شد. کاری که باید میکرد همین بود. در را باز کرد. یک قدم برداشت. در یک چشم به هم زدن باران سرتاپایش را خیس کرد. چنان که گویی زیر آبشار ایستاده بود با خود فکر کرد باید از این آب حد اکثر استفاده را بکنم به آشپزخانه برگشت و با کمترین صدای ممکن دیگ و قابلمه و کاسه و هر چیزی را که میشد آب باران را در آن جمع کرد برداشت باران در اثر باد لخت لخته از آسمان میبارید و مثل یک جاروی عظیم و پرسر و صدا به پشت بامهای شهر کشیده میشد ظرفها را بیرون برد و کنار نرده بالکن چید حالا آب کافی برای شستن لباس های کسیف و کفش های گنگ گرفته موجود است. زیر لب گفت امیدوارم باران بند نیاید و در همان حال در آشپزخانه دنبال صابون و مواد پاک کننده و برس و هر چیزی میگشت که میشد با آن کمی از این کسافت گرانبار روح را پاک کرد. گفت تن را گویی میخواست این فکر متافیزیکی را تصحیح کند و بعد افزود فرقی نمی کند. آنگاه انگار که نتیجه قطعی سازش مسالمت آمیز فکر و گفتش باشد به سرعت لباس خواب خیسش را از تن درآورد و همچنان که باران را گاه به صورت نوازش و گاه به صورت ضربه تازیانه بر بدن احساس می کرد همزمان به شستن لباسها و تنش مشغول شد. صدای آب نگذاشت که از همان اول متوجه شود که تنها نیست. دختری که عینک دودی داشت و همسر مردی که اول کور شد بر آستانه در بالکن ایستاده بودند. نمی توانیم بگوییم چه گواهی به دلشان افتاده بود یا چه چیزی بهشان الهام شده بود و یا کدام ندای درونی باعث شده بود بیدار شوند. همچنین نمیدانیم راهشان را چگونه پیدا کرده بودند. در حال حاضر چند و کاف برای هر گونه توضیحی بیفایده است. هر حدس و گمانی جایز است. زن دکتر وقتی که آنها را دید گفت بیایید به من کمک کنید. همسر مردی که اول کور شد گفت چطوری؟ آخر ما که نمی توانیم ببینیم. لباس را در بیاورید. هر چه لباس کمتر داشته باشید بعدا خوش کردنش راحت تر است. همسر مردی که اول کور شد باز گفت اما ما که نمی ببینیم. دختری که عینک دودی داشت گفت مهم نیست. هر کاری که بتوانیم می زن دکتر گفت و من هم بعدا تمامش می خودم هر چه را کثیف باشد پاک می حالا دست به کار شوید. شروع کنیم. ما در دنیا تنها زنی هستیم که دو چشم و شش دست دارد. شاید در ساختمان مقابل پشت پنجره های بسته آدم های کوری از مرد و زن در اثر ضربات مداوم باران بیدار شوند و سرشان را به شیشه سرد پنجره بچسبانند و با دمیدن نفسشان به شیشه تاریکی شب را بپوشانند و آخرین باری را به یاد آورند که مثل حالا باریدن باران از آسمان را دیده بودند آنها نمی مجسم کنند که سه زن برهنه هم زیر باران هستند مثل اینکه این سه این زن دیوانه هم. حتما دیوانه هم. هیچ آدم عاقلی لخت مادرزاد جلوی چشم در و همسایه توی بالکن رخت نمیشوید کور هستیم که هستیم آدم این کارها را نمی کند. خدای من ببین باران چطور روی سراتنشان می ریزد. شاید ما در حقشان بد قضاوت کرده ایم. یا شاید نمی توانیم ببینیم این زیباترین و پشتکوهترین چیزی است که در تاریخ این شهر اتفاق افتاده پهنه ای از کف که از بالکن جاری است ای کاش من هم جزی از آن بودم تا مدتها جاری می شدم. پاک تطهیر شده برهنه همسر مردی که اول کور شد علا رقم سختی ها هنوز سفت و سخت معتقد است که خدا کور نیست و میگوید فقط خدا ما را میبیند و زن دکتر جواب میدهد حتی او هم نمی بیند. آسمان پر از ابر است. فقط من می توانم شما را ببینم. دختری که عینک دودی داشت پرسید آیا من زشتم؟ تو لاغر و کسیفی اما هیچ وقت زشت نخواهی بود. همسر مردی که اول کور شد پرسید من چطور؟ شما هم مثل او لاغر و کثیفید به خوشگلی او نیستید ولی از من خوشگل ترید دختری که عینک دودی داشت گفت شما زیبایید از کجا میدانی تو که هرگز مرا ندیده ای دو دفعه خوابتان را دیدم کی دفعه دومش دیشب بود تو خواب خانه را میدیدی چون احساس آرامش و امنیت میکردی بعد از آن همه بلایی که از سر گذراندیم این خیلی طبیعی است در خوابت من به صورت خانه بودم و برای آنکه بتوانی مرا ببینی یک صورت لازم داشتی این بود که آن را ساختی همسر مردی که اول کور شد گفت من هم شما را به همان زیبایی میبینم و هرگز هم خوابتان را ندیدم همه اینها فقط نشان میدهد کوری مایه خوششانسی زشت هاست شما زشت نیستی؟ نه راستش زشت نیستم اما با سن و سالی که دارم دختری که عینک دودی داشت پرسید چند سالتان است؟ توی پنجاه هستم مثل مادر من او چطور؟ یعنی چه او چطور؟ آیا او هم زیباست؟ یک وقتی زیباتر هم بود همه ایمان همینطور همه ایمان یک وقتی زیباتر بودیم همسر مردی که اول کور شد گفت شما هیچ وقت به این زیبایی نبودید کلمات اینطورن میفریبن روی هم تلمبار میشوند به نظر میآید نمیدانند به کجا بیانجامند به خاطر دو یا سه یا چهار کلمه ای که بر زبان میآیند و به خودی خود ساده هستن مثلا یک زمیر شخصی یک قید یک فعل یک صفت ناگه هم با شور و شوق می بینیم که بی هیچ مقاومتی از جانب ما از طریق وجنات و نگاه ظاهر می و آرامش احساسات ما را بر هم می زنن و گاهی اعصاب که طاقتشان تاق می شود بیش از اندازه بردباری به خرج می دهند با همه چیز بردباری به خرج می دهند به طوری که می توانیم بگوییم انگار از پولادن زن دکتر اعصاب پولادین دارد ولی او هم به خاطر یک زمیر شخصی، یک قید، یک فعل، یک صفت، مقولات دستوری محض، مقولات کاربردی محض اشکش در میآید. درست مثل آن دو زن، دیگران زمایر مبهم آنها هم می گریان. کل جمله را در آغوش می کشند. سه زیباروی برهنه زیر باران. اینها لحظاتی است که نمی توانند ابدی باشد. بیش از یک ساعت است که این زنها اینجا هستند. حالاست که سردشان شود. دختری که عینک دودی داشت گفت سردم است در مورد لباس ها دیگر بیش از این نمی توانیم کاری بکنیم کفش ها هم تر و تمیز شده هم. حالا وقت آن است که این زنها خودشان را بشویند سرشان را خیس می کنند و پشت همدیگر را می شوین. و طوری می خندند که فقط دختر بچه ها وقتی که در باغ چش بستنک بازی می کنند پیش از چش بستن می خندند صبح شد اولین شاههای خورشید پیش از آنکه دوباره پشت ابرها پنهان شود بر گرده دنیا تابید همچنان باران میبارید اما آرامتر زنان رختشویی به آشپزخانه برگشتند خودشان را خوش کردند و با حوله هایی که زن دکتر از گنجه حمام آورده بود تنشان را پاک کردند از پوستشان بوی مواد پاک کننده بلند بود صابون در یک چشم به هم زدن غیب شده بود اما رسم زندگی این است حالا که ماس نشد شیر گوی این که ظاهرا در این خانه همه چیز یاف می شود یا شاید به این خاطر که بلدن از آنچه دارند بهترین استفاده را بکنند دست آخر لباس پوشیدن بهش را بیرون گذاشتن لباس خواب زن دکتر خیس آب است ولی او لباس گلداری را پوشید که سالها نپوشیده بود و او را از هر سه زیباتر جلوه داد وقتی که وارد اتاق نشیمن شدن زن دکتر دید پیرمردی که چشبند سیاه داشت روی همان ای که خوابیده بود نشسته سرش را میان دستهایش گرفته بود و انگشتها را در یک گله موی سفید که از پیشانی تا پشت گردنش هنوز میرویید فرو برده بود و آرام بود در درونش قوقا بود انگار میخواست مانع از فرار افکارش شود یا برعکس مانع از راه یافتنشان شود صدای آمدن آنها را شنید میدانست از کجا میآیند و چه کار میکردن. میدانست که برهنه بودند و اگر همه اینها را میدانست برای آن نبود که ناگهان بیناییش را بازیافته بود و مثل بقیه پیرمردها زنها را نه یکی بلکه ستا ستا از سوراخ کلید دید زده باشد او کور بود کور هم مانده بود منتها تا در آشپزخانه رفته بود و حرفها و خنده را شنیده بود. صدای باران و کوبیده شدن قطرات آن را شنیده بود. بوی صابون را به درون سینه فرو کشیده بود. سپس به سراغ کاناپه برگشته بود تا با این فکر که هنوز هم زندگی وجود دارد از خود بپرسد آیا برای او هم زندگی وجود دارد؟ زن دکتر گفت حالا که دیگر زنها خود را شستن نوبت مرد هاست و پیرمردی که چشبند سیاه داشت پرسید هنوز باران می بارد؟ بله باران می آید و لگن های توی بالکن هم پر از آب است. پس من ترجیح می دهم توی حمام خودم را بشویم. توی وان و این کلمه را طوری ادا کرد که انگار دارد گواهی تولدش را ارائه می دهد. انگار دارد توضیح می دهد که من از نسلی هستم که به جای حمام دم از وان می زنن. و افزود البته اگر اشکالی نداشته باشد. نمی خواهم خانه را کثیف کنم. قول میدهم آب روی کف حمام نریزم یا اقلن سعیم را می کنم. حالا که این طور است برایتان آب به هم میآورم. من هم کمکتان می کنم. خودم می توانم. من هم باید خاصیتی داشته باشم. آجز که نیستم. پس بفرمایید. در بالکن زن دکتر یک لگن تقریبا پر از آب را به داخل کشید. به پیرمردی که چشبند سیاه داشت گفت این طرفش را بگیرید و دست او را هدایت کرد. حالا با یک حرکت لگن را بلند کردن. چه خوب شد به کمکم آمدید. کار من تنها نبود. این ضربالمثل را شنیده اید؟ چه ضربالمثلی مسلی؟ نباشد خار اگر پیران کنند کاری. این ضربالمثل مسل اینجوری نیست. درست است. به جای پیران میگویند تفلان. به جای خار میگویند آر. اما اگر بناس ضربالمثل مسل معنایی داشته باشد و زبان زد بماند باید با زمان منطبق شود. شما فیلسوفید چه حرفها؟ من فقط یک پیرمردم لگن را توی وان خالی کردم. بعد زن دکتر یک کشور را باز کرد. یادش بود که هنوز یک قالب صابون نو دارد صابون را در دست پیرمردی که چشبند سیاه داشت گذاشت حالا خوشبو میشوید خوشبوتر از ما همهاش را مصرف کنید نترسید غذا ممکن است اصلا پیدا نشود ولی توی این سوپرمارکت ها حتما صابون هست متشکرم مواظب باشید سر نخورید اگر بخواهید شوهرم را صدا میزنم بیاید کمکتان متشکرم ترجیح میدهم خودم خودم را بشویم هر طور میلتان است و راستی صبر کنید دستتان را بدهید به من اگر خواستید ریشتان را بتراشید اینجا تیغ و فرچه هست متشکرم زن دکتر رفت